انتخابات پارلمان سوریه روز دوشنبه در این کشور برگزار شد. این نخستین انتخاباتی است که با حضور چند حزب طی نیم قرن گذشته در این کشور برگزار می شود. در حالی که تلویزیون دولتی سوریه حوزه های رای گیری را ممنوع از جمعیت رای دهنده نشان می داد، تصاویر ارسالی از سوی فعالان سوری حاکی از حمله نیروهای دولتی به مخالفان است. حملاتی که به گفته فعالان سوری 14 کشته بر جای گذاشته است. همزمان با این انتخابات، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل با غیر قابل قبول خواندن ادامه خشونت‌ها در سوریه گفت بیش از 9000 نفر طی 14 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. این وضعیت بیش از این نباید ادامه یابد. انجام این انتخابات یکی از وعده‌های اصلاحات سیاسی توسط رئیس جمهوری سوریه بود، اما فعالان سیاسی ضمن تحریم این انتخابات مردم را به ادامه تظاهرات و یک اعتصاب سراسری دعوت کردند.